بازم میام زدم، بازم ریخون زدم، سرمه ای میره زدم، عنابی ریخون زدم، طلایی تنگه میاد تو آبی بزن، بازم ریخود بزن، نخودی میاد بزن، یه زنگاری پهلون زدم، نخودی تنگش بزن، آخرش برا زدم، سه تا پهلوش بزن، آخرش جاش بزن، دو تا یکی زدم، یه مشکی پر زدم، بازم میام زدم، آبی ریخود بزن، اولش جاش بزن، یه سفید جاش بزن، یه نخودی پهلون. کجایی؟ چه گوشی رو برنمیداری؟ یه زنگی به من بزن. پگاهو نمیتونم پیدا کنم، هرچی زنگ میزنم موبایلش جواب نمیده. به تو نگفت کجا میره؟ مگه دیشب پیش تو نبود؟ تو نباید ماشینو بهش میدادی، اون که راننده نیست، یهو میزنه خودشو ناقص میکنه. خیلی خوب باشه. خب تو راهی؟ من نمیتونم بیام، من الان مادر رو باید ببرم دکتر، از اون پیش فرش وقت گرفتم. اون میاد کلاس زبان و موسیقیش که نیست، فقط این ترم باید 20 واحد بگذرونه. من که بهت گفتم من نمیتونم بیام، من الان مادر رو باید ببرم دکتر. اون میاد شهریهش رو بهش دادم. مسعود، پگاه دختر تو هم هست. خیلی خب، بذارینم چیکار میکنم. مادر ببین، من اینجا کار دارم، میرم برمیگردم، یه موقع پیاده نشی از ماشینا، من زود برمیگردم. آقای مسعود، آقای مسعود، این چی فکر کردی؟ من نباشم. آقای مسعود، آقای مسعود عزیز، خانی قالیچه رو فروخته. قالیچه؟ فرسون خریدارش تا نیم ساعت دیگه داره میاد قالیچه رو بفروشه. نه اون نمیتونه قالیچه رو بفروشه. چرا نمیتونه؟ موزه به تر خودش عمل نکرده، اون پولش رو نگرفته. اون به خاطر اعتبارش این کار رو نمیکنه. و
حالا که فعلا داره میکنه. شاگردش به من زنگ زد گفت قالیچه رو فروخته، تا نیم ساعت دیگه هم خریداره میاد. شما نگران نباشید، من به عزیز خانی زنگ میزنم. بفرمایید پذیرایی شید. آقای مسعود، فرش ایرانی زیرانداز یا تابلو؟ خانم شایفر از کارشناسی خبره ما هستن، ایشون میتونن جواب سوال من رو بدن. ما دیگران هر ثانیه برامون مهمه. اگه فرش برید دیگه دستمون بهش نمیرسه ها. کدوم زریه مهمه؟ اجازه بدید من الان میام خدمت شما. بفرمایید. بیاین با هم بریم بازار. بیاین بریم حضوران. شما بفرمایید خانم، خواهش میکنم. بیاین بریم بازار. بیاییم بریم یه جوری این قالیچه رو بگیریم. شما اجازه بدیم ما از طریق قانونی قضیه رو پیگیری کنیم. اگه منظورتون از پیگیری نامه نگاری، ما دیگه وقت این کارا رو نداریم. اگه قالیچه از دست بره، اون وقت برای به دست آوردنش دو مرتبه باید دونده کنیم، توضیح بدیم، توجیه کنیم، بریم این ور وقتش رو نداریم. بیاییم بریم بازار. حالا میام. آقای مسعود بیاییم بریم بازار. اجازه بدیم من همین الان به آقای عزیزان تلفن کنم. سلام آقای عزیزان، مسرورم. آقا یه چیزایی شنیدم که امیدوارم حقیقت نداشته باشه. شنیدم شما قالیچه خانم شایانفر رو فروختید. بله، میدونم که اون قالیچه شماست. درسته پرداخت عقب افتاده، ولی قرارداد شما که با موزه به قوت خودش باقیه. ببین آقای عزیز خانی، بذار من اینو بهتون بگم. اون قالیچه جزء میراث فرهنگیه و شما حق فروش ندارید. خب اشتباه کردید فروختید. ما تمام مراحل قانونی رو طی می‌کنیم. شما اون تبعاتش رو می‌بینید. مادر من میرم پگاه پیدا کنم. آقا میتونم خواهش کنم حواستون به مادر من باشه؟ من الان برمیگردم. تقصیر خودمه نه؟ آره راست. و باباش میگه بذار راه خودش رو بده. این راهش. پیگاه.
به من بخون. اینجا خروجی نداره؟ خروجی 20 کیلومتر جلوتر. کجا میخواییم بدیم؟ اگه تهران میخواییم بدیم این بده 20 کیلومتر؟ یه فرقی خاکی هم داده ولی حدودا 20 اون مطمئن تره. خودش کنه؟ سلام آقای عزیز خانی. سلام مینو خانم، چه عجب این طرفا. خیلی خوش اومدین، بفهم چطوری آقای عزیز خانی؟ زنده باشی؟ مادرم؟ بله. صدام رو چشما گذاشتن. خوش اومدین آش خانم. ما همه جوره مزاحم صبیه هستیم. حسین جون اونجوری من نگاه نکن. بپرد داد چایی بیا. اومدی یه نگاه بنداز. ببین اصلا میشه جمع جورش کرد یا نه؟ یه سوزن بعد بخوره دیگه. چله کشی بشه. آره. درد نکنه. بده میبرم. حال اوضاع که خوبه ان شاءالله. حال اوضاع شما انگار بهتر آقای عزیز خانی. کجاش بهتره؟ راسته بازار پرنده پر نمیزنه. ما که این گوشه افتادیم. سه ماه الان میگن بازار یه نیمچه تکونی میخواد بخوره. ما منتظر. منم همین امروز اومدم که از جانب موزه از شما عذرخواهی کنم. نه لازم نیست عذرخواهی کنی. خرم از کلگی دم داشت. ما دیگه قید موزه رو زدیم خلاص. آخه همون دیگه قید موزه رو زدی که شنیدم برای قالیچه ما مشتری پیدا کردی. موندم این خبر از کجا درج میکنه؟ مسئول به من زنگ زده، نگذاشته نبرداشته، گفتم میخوام ازت شکایت کنم. مگه من کار خلاف کردم؟ مالم اختیار شده، میخوام بفروشم. با کسی دعوا نداریم که. حالا اونو ولش کن، عصبانی بوده یه چیزی گفته. من خودم تضمین میکنم که تو تا آخر هفته پولتو بگیری. آبجی خودت که میدونی موزه از این تضمینا زیاد به ما داده. عزیز خانی دارم بهت میگم دیگه، من خودم تضمین میکنم. هر چیزی یه وقتی داره. من اینو فروختم، پول گرفتم، رو اعتبارش چک دادم دست مردم. چکت هم با من. خب چه حسابی نمیشه که؟ چرا نمیشه؟ دارم بهت میگم خودم پاس میکنم. خدا از خواهری کمت نکنه. ببینم چیکار میکنم. پس من قالیچه رو ببرم. این فعلی قشقایم یه نگاه بنداز. دو سه جاش از بین رفته، ببین چیکار میتونی کنی. یا اینکه نه 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 اصلا ولش کن. بده کنار یه روز دیگه. شما مادر رو ببر. من زنگ میزنم اطلاع میدم بهت. خب تا اینجا اومدم از قالیچه رو ببرم دیگه. تو گوش نمیکنی چی میگم؟ مادر رو ببر اذیت میشه. من زنگ میزنم. میسپارم به خودت. کارت نباشه حتما. آقا یعقوب زاده زنده باشه. خیلی خوبه. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید بفهمید. زنده باشین قربون. حسین، کی گفت اون دست بزنی؟ ببر اطلاع کنم. سلام باشه مادر. این قالیچه یه حرفی که 10 بار نمیگن شما تشریف این خونه من زنگ میزنم بهتون. باشه در مورد قالیچه مشکلی پیش اومده؟ نه بابا چه مشکلی. فقط بهتون بگم که موزه خسارت شما رو حتما پرداخت میکنه. بخشی شما؟ ایشون مینو خانوم انده. توجه کن رفوگر قالیچه. صحیح. قضیه خسارت چیه؟ ببینید ایشون از فروش قالیچه به شما منصرف شدن. چرا حرف تو دهن من میذاری؟ من کم چه گوهی رو خوردم؟ بابا ما همین الان با هم حرف زدیم. اجازه بدین. اولا که ایشون نمیتونن پشیمون بشن. دوم این که سابق قالیچه الان منم. این قالیچه جز اموال دولتیه. دولتی؟ اصلا رفوی این قالیچه با معیار موزه است. معلومه که رفو شده، اصلا به درد شما نمیخوره. حتی چند تا تیکش گم شده که قراره یه سری کارشناس دورم جمع بشن و سر و سامونی بهش بدن. آقای عزیز خانی، شما خودتون چرا توضیح نمیدین؟ حالا که اینجوری شد، ایشون پول قالیچه رو دادن، هر چی بگی همونو میذارم رو چشمم. تموم شد. شما حق نداشتی قالیچه رو بفروشی در صورتی که با موزه قرارداد داشتی. بله خانم، منم اون قرارداد دیدم، ولی با تاخیر شما دیگه فسخه. شما تشریف بیارین موزه، خودتون متوجه. بله بله خیلی خوشحال می‌شدم بیام، ولی متأسفانه امشب مسافرم به خارج از کشور. شما مالک این هستید.
بیاین موزه با من. قالیچه مینو خانم، قالیچه رو کجا میبری؟ من نماینده موزه هم، آقا تشریف بیاین موزه. مینو خانم گفتم که بیاین موزه. عجب گیر افتادم آقا، زنکه دیوونه. رسیدیم. تو چی میگی؟ یعنی کار درستی کردم؟ به جهنم بره شکایت کنه. داشت علکی علکی میبردش، دیدی؟ تو که دیده بودی من چقدر روی زحمت کشیده بودم. بله. سلام آقای عزیز خانی. آقا شما نگران نباشید، برای شما مشکلی به وجود نمیاد. آقای یعقوب‌زاده کیه؟ من اون کاری ندارم. بله بفرمایید. سلام علیکم آقا، شما تشریف بیارید موزه، با هم حرف میزنید. نه من الان نمیتونم، مادرم ناخوشه، دارم میبرمش دکتر. بفرمایید آقا بیاین موزه. چاره گلو بندک، شما فقط دارین وقتتون رو تلف میکنین، ما حرفی نداریم با هم بزنیم. گوشون خانم، امیدوارم متوجه باشی کاری که داری میکنی چه عواقبی برات میتونه داشته باشه. تهدید میکنی؟ دمینو خانم تو رو خدا این حرفا رو نزنین بابا، همینجا قبلا تمومش کنیم. ای بابا بیاین موزه حرف میزنیم. باشه باشه، هم دیگه رو میبینیم. سوار
سر میری سایت؟ نمیدونم مطمئن نیستم. دورای شمبری خیلی خوبه. بیوالا سرده. آره شانس آوردم. تو شانس امروزم بودی. اگه جیره داری؟ آره منطقه باید حواسم باشه حتما بگیرمش. روزی چند تا هست؟ بعضی وقتا روزی دوتا هم میشه. باید تمرکز کنی، باید خودتو بندازی تو مسیرش. اون وقت روزی یه دونه حتما رو شاخش. اگه نشد؟ اگه نشد تقصیر خود آدمه. معلومه واقعا نخواسته. باور نمی کنی؟ چیز به این بیمزه که تا الان نشنیده بودم. شاید از نظر تو بیمزه باشه ولی ثابت شده است. ببینم نکنه تو از اینکه واسه خودت یه فلسفه ای داری و یه راه و رسمی و درخت بغل میکنی و چه میدونم برگا نوازش میکنی و آب را گل نکنیم و این حرفا. به هر کی تو زندگی واسه خودش راه و روشی داره، یه فلسفه داره واسه خودش، همه دارن. سیب میخوری؟ نه. آبم دارم، آب میوه‌ام هست. نه مرسی. سیگار چی؟ نه. روزه ای؟ آره؟ چی نه من روزه ای؟ مشکلی باش داری؟ بعضی وقتا لازمه که بدن استراحت بکنه. بدن باید قوی بشه. حالا باز چی میخوای قوی شی؟ منظوری ندارم، آدم قوی باشه بهتره دیگه. ها تو مایه رضازاده و دوسته چهرک دو یه ذر و آره بهت میاد. الو زیبا جان، مادر خونه نهی بردن؟ گم شده. ببین آدرس توی گردنش هست، آویزونه. اگه خبری شد به من زنگ بزن. خدافظ. هشتاد سالشه، قد متوسط 158-160، کت مشکی، روسری مشکی، دامن مشکی، ببخشید کتش قهوه‌ایه، یه قالیچه هم زیر بغلشه، قالیچه عتیقه. قالیچه عتیقه برای چی؟ قالیچه عتیقه است، ما با هم بودیم رفتیم قالیچه. کدوم محله؟ همین اطراف یاد بندش. سر سامان جناب سربان، در زمان مادر من فراموشی داره. سر کنم اینجوری سر کنم اینجوری. بله. بفرمایید. غلط کرده عزیز خانی، من چیکار کنم؟ خانم، موبایل تو کانتری ممنوعه. گشت اعلام کنید که دست شده ضرورت بدم. خانم چند سش بیان شما؟ یه سری پیرزن پیرمرد امروز تو مهده ما پیدا شده. نیا ببینیم بین اونا هست مادرتون یا نه؟ دارم بهت میگم دیگه، قطع شد، چیکار کنم؟ امروز نمیتونم بیام. نه نمیتونم، مادرم حالش خوش نیست. حالا مگه یکی دو روز چه فرق؟ حالا پس بذاریم به نوزایی. خدا بس.
میدونی الان کجایی؟ نه. میدونی این جاده کجا میره؟ مطمئن نیستم. تو چرا از هیچی مطمئن نیستی؟ ایرادی داره؟ ایرادی که نداره، ولی خب نمیشه. چی نمیشه؟ نمیشه آدم از هیچی مطمئن نباشه. واسه چی بگیم کنی نمیشه؟ آخه نمیشه، من میتونم بهت ثابت کنم. نه، نکن. چیو؟ ثابت نکن. چرا؟ فلکیه، فلسفه بافیه. چه مشکلی داری با این فلسفه؟ چیز رو اعصابیه کلا. ولی واسه سرگرمی خوبه. خب بخوام سرگرم شم میرم سینما. میبینی تو هم واسه خودت راه و روش داری. آره، ولی ثابتش نمی کنم. کار خوبی میکنم. من سر دورایی پیاده میشم. سایت ما اونجاست. ببین، من شانس امروزت نبودم. بعد از اون بیشتر تمرکز کن. راستی بیا. مرسی واسه اینکه ازم نپرسیدی از کجا میام، کجا میرم، چی کارم. معلومه تنهایی. سلام. خیلی وقت منتظرتون هستیم. ببخشید دیر شد. شما واقعا اونجا خودتون رو نماینده این موزه معرفی کردید؟ چیکار باید میکردم؟ میذاشتم از دستمون در بره؟ پس درسته. خانم شایفر، من داشتم مشکل رو حل میکردم. از خانه زنگ زدم گفتم که این کارش غیر قانونیه. بهش هشدار دادم که اگه بخواد قالیچه رو بفروشه با ما سر و کار داره. شما نباید اونجا میرفتیم. دیگه وقت نداشتیم. این آقا امشب پرواز داشت. میخواست قالیچه رو از ایران خارج کنه. خب به ما اطلاع میدادیم. تو فرودگاه جلوشو میگرفتیم. خب اون از یه جای دیگه خارج میکرد. اون این قالیچه رو خوب میشناسه. میخواست هر طور که شده این قالیچه رو از ایران خارج کنه. حتی به خود من پیشنهاد داد که به من پول بده قالیچه رو بهش پس بدم. تهدیدم هم کرد. فعلا که این آقا به شما تهمت دزدی زده. یه استشهاد بلند بالا هم تهیه کردن با امضای تمام اهل پاساژ. بله. الان اتهام شما دزدیه خانم. برای دزدی قالیچه باید پاسخگو باشید. البته موزه از طریق راه‌های قانونی از شما حمایت میکنه. ولی نمی‌تونیم شریک جرم. برای کاری که کردید به موزه باید پاسخگو باشید. باشه. من حاضرم به همه چیز و همه کس جواب بدم. بگم که چرا یه اثر تاریخی رو حفظ کردم. بگم که چرا یک سال زحمت کشیدم که ثابت کنم که این قالیچه منحصر به فرده. اما کی جوابگوی کوتاهی موزه در اقدام به موقع برای حفظ قالیچه است؟ شما یک کارشناس فرشین. در حوزه مدیریت موزه قرار نیست پاسخگوی شما باشه. خانم شایانفر، الان بهترین کار اینه که شما قالیچه رو فوراً تحویل موزه بدین. قالیچه‌ای در کار نیست. مادرم با قالیچه گم شد.
استادی پگاه آمدم. فردا شب خونه سمانه اینایی. فردا شب جون مادرت بد خودی نکن. من میدونم میدونی ولی یه بار دیگه بنویس. پاسداران نگارستان هشتم بنبست یاسمین بلاک 19. ببینم اتا. استادی پگاه آمدم. فردا شب خونه سمانه اینایی. فردا شب جون مادرت بد خودی نکن. من میدونم میدونی ولی یه بار دیگه بنویس. پاسداران خانم شرافت از موزه تماس میگیرم. آقای مسعود میخوان باهاتون صحبت کنن. لطفاً در اولین فرصت باشون تماس بگیرید. ممنون. خانم شرافت سلام. از انجوی زنان کارآفرین مزاحمتون میشم. جهت یادآوری فردا ساعت 10 صبح سخنرانی داریم. ما منتظر شما هستیم. الو بگا. انت خانم کجایی؟ گوشی تو بردار. نیستی؟ خیلی خوب بعدم تماس میگیرم. الو مینو جان، امیرم. ببین من قرصای مادر نتونستم پیدا کنم. خودت بهم زنگ بزن. قربانت. خانم شهرمتر از مطب دکتر زرفوایی تماس میگیرم. امروز تشریف نیاوردین. اگه میخواستین کنسل کنین کاش قبلا خبر میدید. کجا داشتی میرفتی؟ اخونه در اومده به تنهایی. دختر اخونه در نمیاد. گرگ دونه بر میخوردش. اگه نخوردشم بیاد نامسته بیمیاد ترشو میبرد و میره. اگه به مامانتم میگه مامانت گم نمیشه. مامانت میاد به هوای پدرت. از کجا میدونی؟ یه چیزی بسن. خوب دیگه از کجا میدونم؟ من خودم مادرم. مادر گم نمیشه. من یه دختر داشتم مثل شما. شوبرش دادم. رفت و تو را شیرات. اما تو خود شیرات نمی. ماشین ها اینا بزرگا اومده بودن نروش رفته بود. و شوبرش که اصلش به خوشم نبود. امچون. دختر با سنگ رنگی باشه. خوب باشه. تخون پدرش. تخون شوبرش. شوبرداری کنه. بچه داری کنه. اخلاقش خوب باشه. اخلاقت خوبه. بد نی. اخلاقت هم خوبه. بعد نیست به مادرت بارفته. و جا رو پهم میکنم بخوام. وای پا خدا. دستم زیر سرت میکنم بخوام. نات والی بیدار. بربونه دسته. نمیتونم. ای وای خدا شکر. طوری شده؟ چی شده؟ چرا اینجا خوابیدی؟ ساعت چنده؟ 6:30. پیداشون نکردی؟ فعلا که خبر نیست ازش.
عجیبه. فکر میکردم تا حالا باید پیداشون کرده باشی. آخه من که صبح تا شب باهاشون بودم میدونم مادر از جای دربسه اصلا خوششون نمیاد. ولی وقتی میرفتم بیرون با اینکه بهشون سخت نمیگذشت، همین که 10 قدم میرفتن خسته میشدن و میشستن. واسه همین دارم میگم عجیبه. برای خودم هم عجیبه. نمیدونم اصلا این حرفه چی شده. پیگا خانم چی؟ از اونم خبری نشد؟ نه از اونم خبری نیست. معلوم نیست برای چی گذاشتن رفتن؟ نه دارم بهت میگم دیگه، نمیدونم. حالا من چی کار کنم؟ میخواین بمونم؟ برو برم. آره برو، من خودم با تماس میگم. خدایی نکرده زبونم لال مادر اصلا پیدا نشدن، اون وقت من باید چی کار کنم؟ نگرانش نباش، من حقوق این ماه تو خودم باید کامل حساب. نه اصلا منظورم این نبود. ببینین میخواستم بگم. تو برو، من تماس میگیرم. باش ممنون. پس اگه خبری شد به من زنگ بزن. آره باش. خدا خدافظ. این اون پنیر بردار برو بخورو. اون پنیر گردو خوردنیت بشم. خدا به هم بخور. بله. سلام علیکم. سلام. صبح بخیر. بفرمایید. یه لطفی بکنید برای من بزن شارژ. چشم. خوبی الحمدلله. باد بس. آقا خوبه؟ آقا خوبه؟ همه خوبن. یه آب معدنی به من میدی؟ بفرمایید. امر دیگه است؟ مرسی. فقط من بیرون میشینم، شارژ که شد من خبر کنم. چشم. بفرمایید. میشم اینجا ها رو ببینم؟ بله که من چی شد تو که برای جالب نبود؟ اه؟ رد میشدم میگفتم یه چند تا عکس بگیرم. بچه ها من دارم میرم پایین، سفارش ویژه ندارین؟ تا عصر بر میگردم. واسه این کارت پولم میگیری؟ بد نیست، من چیز زیادی نمیخوام، کاری به کارم ندارم.
خوبه؟ چی؟ یه کاری به کارت ندارم. مثل اینکه خیلی بهت گیر دادن نه؟ نمیبینی راحت اومدم مرخصی؟ میبینم. صبح پاشدی آب پرتقالتو خوردی، وسیلاتو برات جمع کردن، سویچ ماشینو دادن دسته. بوس 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 بوس، خدافظ مامان، خدافظ بابا. بعدم اومدی تو بیابون. آب پرتقال خوب اومدی. مامانم فکر کنه این تخمرق دو زردم که گذاشتم تو تاخچه. حالا چقدر واسه سر جایزه گذاشتن؟ فایده نداره. چیزی گیرت نمیاد. اگه گیره بابام بیافته که بدهکارت هم میکنه. خیلی سشت حساب کتابه. مامانم هم فکر میکنه بابام عجیلت کرده که پوزشو بزنه. شاید اگه شهری دانشگاه بدی ولت کنه. از خیلی تیزه. مامانم خداست. همه چی تمومه. جوون، خوشگل، هنرمند، به موقعش شیطون، به موقعش خانم. قد کتاب خونده که نمیشه بشماریش. فعال اجتماعی، مسئولیت پذیر، پاره کرده. ببینم خواستگار درست حسابی سراغ نداری؟ خوب چیزی ها. از بابا چی؟ بابا هم خوبه. خوش دیپه. یه نمه هیزه. هر دوتاشون خوبنه ولی ترکیبشون خیلی خرابه. میدیم ایچی تو مایه های ترکیب شلقم و سس خردل و چای شیرینی چربن. تو با کدومشون؟ من با مامانم هم سراغ بابام هم میرم. بابام سرش خیلی شلوغه. میدیم خیلی خوبه مامان بابا یادم از هم جدا شده باشن. یعنی واقعا جواب میده. هر دوتاشون خیلی با آدم میرسن. میترسن این و خلاه اون یکی احساس نکنی. یه پیشنهادی بهت میدم. ببین اگه امکانتشو داری یه ترتیبی بده مامان بابا تو ترس هم جدا شن. این از من بشنم. یکم دیر شده. من 6 سال پیش 50% از امکاناتم رو از دست دادم. الو امیر، بابا چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ ببین امیر، نه از پگاه خبری نیست. حالا آخه یه مشکل دیگه ای پیش اومده. مادر، آره مادر خوبه، یعنی امیدوارم خوب باشه. مادر گم شده. چند وقت زدی بیرون؟ چی؟ چند روز اومدی مرخصی؟ دو روزه. تا کی میخوای بمونی؟ نمیدونم. شاید 50-60 سال. پس نمیخوای برگردی؟ چرا؟ شایدم برگشتم. بیا میخوای بریم روز تو عکاسی کنی؟ بریم. تا باید زود برگردیم، بچه های سایت نگران نشن. دکتر از دوستای مادرم ولی خیلی تفریه باحالی بود. تفریهات گرونی داشتی؟ بچه پول داری دیگه. سلام باشم همه. سلام آقا مهندس، چی میخوای؟ هزار دفعه گفتم من مهندس نیستم. خودم میدونم، میگم که دلت خوش باشه. آوردی باتری بزرگ؟ ماشین از شهر نیومدی، انشالله فردا. تو که اینجا بیرون نمیری، از کجا میدونی ماشین اومدی؟ من بیرون نمیرم، اما از همه چی خبر دارم. بده ببینم امروز چی میکنم. این خانم با شماست؟ بله. سلام. علیک. این هم از اوناست؟ نه خیلیشون اومدن مرخصی. پس تو دنبال گنج نیستی؟ نه. این درسته. پس برای چی اومدی اینجا؟ هیچی که نشد کار. عکاسی میکنه ایشون. از این استخونه و کاسه کوزی شکسته ها عکس میگیری؟ اونم با هیچی فرق نداره.
چیزی که هست هست دیگه. یک از ما بگی. شما که ایشالا حالا حالا هستی. دختر جون از من میشنوی، اینا که دنبال گنجن دارن اون طرف میکنن. شما زنها گنج دوست داری؟ نه، من تخمه بیشتر دوست دارم. مشمت، گنج نیست، آثار تاریخیه. تاریخ چیه؟ هر جا کاسه ای کوزه ای بوده حتما یه خونه ای بوده دیگه. هر جایی هم خونه بوده سکه ای اشرفی چیزی بوده. درست میگم خانم؟ دیگه نیست، هیچی نیست. شما دیر رسیدین، اصلشو برده. مشمت جان، اینجا نوشته 3 کیلو قند، تو 5 کیلو کشیدی. بعدم نوشته تن ماهی، لوبیا برای چی آوردی؟ قند لازمت میشه، مگه مهمون نداری؟ بعدم لوبیاش بهتره. شما بهتر میدونی؟ بله، بهتر میدونم. شما جوانات چی میدونی؟ چی بده، چی خوبه؟ شما که میدونید حتما به اون میگید دیگه. آره. کجایی تو؟ آوردیش؟ تو فکر میکنی کجا رفته؟ کجا رفته؟ چی بگم؟ من که به همه جا سر زدم، هیچ کس ازش خبر نداره. حتی خونه عمه جونم رفت. خونه فامیل نباید میرفتی. اون خونه فامیل نمیره. من یه دفعه قبل نرفته بود خونه خاله مونیش. بابا اون 2 سال پیش بود. اون موقع خوش حواسش سر جاش بود. بفرمایید یه کاری کردی؟ حالا تو یه چند وقتی شهر رو به وفاق. مادرشون تنها گذاشتن. نیرو جان ول کن خانم، اونا بالاخره تیر تایفشن، حق دارن نگرانش بشن. نه حق ندارن. حالا این کچاپ میشه چی؟ همین دیگه، این عکس. امیدوارم فردا همش فکر میکنم خوب نگشتیم. مگه این شهر یه وجب دو وجبه؟ تو یه زن تنها بدون داروهاش، بدون یه قرون پول، نباید تنها میمون. آره دیگه، من مقصرم. من همچین چیزی گفتم؟ آره من مقصرم. بری کنایه میزنی، آخه بگی من مقصرم. اگه میبردمش پیش خودم، اگه وقت دکتر واسش میگرفتم. اگه چی کار داری میکنی شما؟ قرقون مال چیه؟ مال اینه که اینا رو جمع جور بکنیم. این نایلون انداختیم که اینا رطوبت نکشه، این زمین رطوبت میکشه همشون. اونو بده من خودم ببرم. لازم نکرده، تو رو خدا بزنی یه کار من خودم انجام بدم. خیلی خوب، پس من هگا برنگشت؟ نه هگا مادر برجوری تنها موندی. من که تو خیلی دور برید شروع بره. امیر، حوصله قره اضافی ندارم. من که اقلا با 4 تا دوست و رفیق آشنا رفت آمد دارم، تو داری چی کار میکنی؟ تو چرا تنها موندی؟ اگه موضوع مرجانه که اون قضیهش خیلی فرق میکنه. تازه بعد از رفتن مرجان، مگه نگفتم مادر بیارم پیش خودم؟ تو چیکار کردی؟ چیکار کردی که شوهرت رفت؟ گفتی با هم تفاهم نداری. گفتیم باشه. بعد نوبت پگاه و مادر و فامیل و دوست و آشنا رسید. چیکار داری میکنی؟ چیکار میکنی که همه دارن میرن؟ تو چرا تنها موندی؟
رفی، میخوام ببینم. خواب عجیبی دیدم. یه جاده بود، بعد یه کوه، همه چیز سفید سفید بود. من تنهای تنها بودم. دیگه نمیخواد ادامه بدی، بقیهشو میدونم. یه چرت راحت خوابیدی، توی جای امن خوابات سفید شدن. آخه تو نه درست غذا میخوری، نه درست میخوابی، همش ترس و نگرانی. میگه نکنه دنیا ازت جلو بزنه و مسئولیت همه چیم که به عهده توه. 40 سال سگ دو زدی، چی شد؟ ولش کن دیگه، تو یه نفر که نباید جهان رو اصلاح کنی. چیزای خوب تو زندگی زیاده، مثل همین خواب، قهوه، خیلی. کسی اینجا بوده؟ تو فقط اینجا بودی، یه سری کار ازت کشیدم. با سرعت نور داری میای پایین، بدون یه لحظه آرامش. حالا به کجا میخوری و چی رو متلاشی میکنی نمیدونم. آره خودم متلاشی میشم. آره سی سری کارم از خودم کشیدم، بذار بهت نشون بدم. میخوام یه نمایشگاه بذارم از من و تو. ببین این منم، با همون سرعت بیا برو تو دریا، هم آروم میشی هم متلاشی نمیشی. در ضمن دریا هم جای امنیه برای شاب سنگ. میدونی دلم برای من و تو لک زده. پگاه چرا گذاشته رفته؟ دانشگاهشو چرا ول کرده؟ بابا جون دختر عاقله، میخواد از سر راه این شاب سنگه رد شه. چند وقت خیلی باش مانده حرف زدم، البته همون حرفای همیشگی که مثلا چرا دیر اومده، دوست داشت کیم، رابطش با پدرش. ولی تمام سعیم این بوده که مراقبش باشم، بهش برسم. همه کارشو من انجام میدادم. نکنی یه اتفاقی براش افتاده باشه. آخه ببین گوش کن، این مهشید دختر من 6 ماه از کانادا تلفن نزده، برای اینکه ثابت کنه بزرگ شده. خب بزرگ شدن دیگه. مادرم چی؟ اون کجا رفت؟ برای چی قالیچه رو برداشت با خودش برد؟ نکنه اون روز که این عزیز خانی و یعقوب زاده خواستن منو به هر بهانه‌ای بکشن اونجا، برای این بوده که حواسمو پرت کنن؟ نکنه اینا همش بازی بوده؟ من فکر میکنم که تو بری یه دوش بگیری تا یه روز آروم شی، بعد من تو این فاصله یه اسپاگتی درجه یک درست کنم با سس مخصوص از همونو که دوست داری، به همراه یک موزیک خوب و بعدش هم یه فیلم خوب. رفی من مدام دارم تهدید میشم، احساس میکنم دارن تعقیبم میکنن. این خریدار واقعا کیه؟ چه فرقی میکنه؟ یکی هست دیگه. توی مملکت پر از چیز با ارزشه، خریدارم دارن. حالا یکی دنبال قالیچه هست، یکی دنبال زیرخاکی، منم خب دنبال شهاب سنگ تو آسمون. نمیدونم آقا من چیکار کنم. هیچ کار نکن. یه رزه به خودت برس، برو تو خونت بگی بخواب. تو دیوونه شدی؟ من برم الان خونه بگیرم بخوابم؟ بدون پگاه، بدون مادرم، من بدون اونا نمیتونم اون خونه رو تحمل کنم. خیلی خوب بفرمایید. این چیه دیگه؟ کلید آپارتمان شهرک. بلام کن، که من که نمیرم اونجا، تو برو بگی بخواب.
این آقای ما رو موزه فرش مسرور تلفن زد گفتش که این یارو خریداره رو میاره اینجا یکی از قالیچه‌های منو بده ببره. چیو میخوای بهش بده ببره؟ چه فرقی میکنه؟ من همه این قالیچه‌ها رو مثل جونم دوست دارم. این تابلو هم اونم که دنبال جنس عتیقه و گرون قیمت. خب بیاد یکی از همینا رو ببره سگ خور. نمیمونی؟ خونه نیستم تو خیابون چیکار میکنم؟ ول میگردم. نه نیست ولی یه ردی ازش گیر آوردم دارم میرم اونجا. نمیدونم حالا امیدوارم ظاهرا دوست داشتن این چیزا بچه های همکلاسیش. نه بابا نگران نباش داره نمیشه هیچ چیزی بود که به زنگ میزنم. محمد داش همه کارش داری؟ میشه صداش کنی؟ خانی یه گرفتار سر کاره خانی چه حال بیان تو پگاه هم اینجاست؟ اون هم راستش قرار بوده بیا حالا شما بیاین تو پس داریم اینجا الان؟ ممکن پیداش هستن بیشی شما دوست پگاهی؟ مادرش این پله ها رو بپاییم که سقوط یه وقت خدایی نکرده نکنم. بچه ها استادا برام عکس بابا یه دقیقه آمد مادر پگاه اومده آمد ایول استاد به خاطر مادر استاد پگاه اون آهنگ جایی در بزنیم. یک دو سه توی معجزه قرن توی فاتح دربند توی قابله زم توی شیرین تر از غن توی دوای بلغم توی کاشف شلغم توی منزج صفرا بگیر از برو بالا توی سرور و سالا توی چراغ تالا توی عصوه غیرت توی جمال حیرت. ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. توی مونس و همدم کشیده آب زمزم تو ای معرفت ناب تو ای ساطع مهتاب تو ای مهندس ناب تو ای اختر شبتاب تو ای دکتر بیتاب تو ای قواس بیاب تو ای شهره الهام تو ای شهره الهام تو ای شهره آبام تو ای چسبیده فردام. شما پس مامان پگاهی؟ آره میگم چیزاش خودش نیمد در روز خودش میاد. نمیفهمم چی میگی. خودش قرار بود بیاد چی شد شما رو فرستاده؟ منظورم اینه که نمیشنوم چی میگی. آها نمیفهمم. افرادا یه کمی آرومتر یه چهار کلمه خواهیم حرف بزنیم. تو میدونی پگاه کجاست؟ چرا خونه نیمده؟ نه
سیگار میکشی؟ نه مرسی. نمیکشی یا الان اینجا نمیکشی؟ ببین من خیلی وقت ندارم. وقت دلتو میخواد اینجا وقت داریم. چی؟ میگم ما اینجا زیاد وقت داریم. نمیتونیم بریم یه جای دیگه با هم حرف بزنیم؟ آقا میگم نمیشنوه داریم حرف میزنیم. اینجا کجاست؟ خونه هست؟ محل کاره؟ استودیوتونه؟ اینجا؟ یا پارتیه؟ یکم از هر کدوم. خب کاره دیگه، بچه دارن کلیپ بسازن. پگاه اینجا میومد؟ ما اینجا تازه اومدیم، حالا اگه نندازنمون بیرون، چون ما هر جا میریم میندازنمون بیرون، ولی قرار بود بیاد اینجا تو این کلیپه کمکمون کنه. میدونی معمولا کجا میره؟ پگاه نگفته بود. چیو؟ اینکه هر جا میره باید به یک گزارش بده. ببین بچه، با من شوخی نکن. چهار تا سوال دارم ازت میکنم، مثل آدم به من جواب. خب ولی استادی هندونه که میخورم. با شیرینه؟ میخورین؟ ظاهرن ایشون میل نداره. میگم خدا وکلی یه چیزی نگاه میکنی انگار ما مثلا اینجا پگاه قایم کردیم. ها میخوای بپرسیم ازشون؟ شما بی خودی خودتو نگران میکنی، به اونم خیلی سخت میگیری. نکن. تو نمیخواد به من یاد بدی چطوری بچه‌مو تربیت کنم. راست میگی. ولی نمیاد بس. چی نمیاد؟ که مامان پگاه باشی. تو چه رابطه ای با پگاه داری؟ رابطه؟ آره. کجا؟ دانشگاه دیگه. دانشگاه؟ دانشگاه کجا؟ با هم دوستین؟ آره ما دوستیم، همه با هم دوستیم. دشمنی نداریم؟ نه، مقصودم این رابطه نزدیک داره. دوست پسرشی؟ دوست پسر کیا؟ کیه؟ بیخیال بابا. نه من سعی خودمو کردم ها، ولی نشد. یعنی یه جوری آدمو بلا تکلیف نگه میداره. در مورد این چیزا از سهراب بپرس. سهراب کیه؟ داداشم دیگه. آخه اونم یه تیک و توکی باش زد به همی که سرکار چون از مزخرف اینگه آمد چی شده؟ هره خدا وکیلی میکشی ها، با ما نمیکشی. نه نمیکشم. ببین اگه میتونی به من کمک کن پگاه پیدا کنم. من واقعا نگرانشم. منم واقعا نمیدونم کجاست، ولی نگرانش نیستم. پس نمیخوای حرف بزنی؟ ای بابا میگم حالا شاید مثلا رفته استراحتی مرخصی چیزی دیگه. آره نه که خیلی کار میکنه خسته شده. کار که میکنه. چه کاری؟ از همه کار شما؟ نه بابا کار حسابی میکنه، از کار شما. یه شرکتی عکاسی میکنه، عکاسی سهراب. این شرکتی که پگا عکاسی میکنه عکاسی چیه؟ عکاسی صنعتی، نمیدونم کارخونه یخچال این صحبت رو فکر کن. عکاسی صنعتی میکنه و کار حسابی میکنه. دختر بارشه با سلامتی. دختر شماست دیگه. دانشگاه رو ول کرده داره کار میکنه. زندگی خرج داره دیگه، بالاخره یه چیزی میبینه خوشش میاد. اجاره خونه داره. نمیدونم چی گفتی؟ اجاره خونه؟ گن زدم. اینجا خونه پگاهه؟ بله. من مامان پگاه. پگاه چند روزه نیومده خونه. کیا میومد اینجا؟ نمیدونم، حساب کتاب نداره. گاهی صبح گاهی شب. دو روز یه بار. چطور مگه؟ تو شده؟ اتفاق افتاده؟
کدوم اتاقش؟ اینجا. ببخشید من عجله دارم، دانشگاه کلاس دارم. شما تشریف داشته باشین، فقط اگه خواستیم برین در پشت سرتون ببندیم. خداحافظ. بیا برات خوبه. چیه؟ فکر نکنم فایده داشته باشه. این هر چند وقتی بار بد جوی در میگه. اینجور موقع آدم حواس خونه میکنه نه؟ وقتشه برگردی. تو از کجا میدونی؟ بدنت داره بهت میگه. تو من یه دکتری. از شانس تو دندون پزشکی خوندم. دهن مردم حفاری میکردی؟ به اونجا نکشید. سال دوم ولش کرد. پس ترک تحصیل کردی؟ دانشگاه چیه که ترک تحصیلم بکنه؟ دلت میخواد عجیب باشی نه؟ اصراری ندارم. پس چرا قیافت شبیه آدم هایی همه چیزو میدونن ولی برو خودشون نمیارن؟ از این آدم ها اطرافت زیاده نه؟ آره به دلت بخواد. شرط مندم این کارم واسه اینکه خیلی عجیب غریب انتخاب کردی. حفاری و باستان چناسی و ادامه بده. من ناراحت نمیشه. تموم شد. همین؟ همه تیرات رو انداختی؟ تقریبا. حالا بگو شاید واسه دندون دردت خوب باشه. ناراحت شدی؟ من به این چیزا اهمیت نمیده. بس به چی اهمیت میدی؟ اصلا واسه چی اومده اینجا؟ ببین 5000 سال پیش یه آدم تو این پیاله غذا خورده، این برات معنی نداره؟ چرا؟ یه کسی که یه چیزی رو میخورده حالا دیگه نمیخوره. یه کاسه هست، لبه هاش رفته، یه دندون دردم میخوره. گفتی 5000 سال؟ ببین تو ممکنه بتونی مادرتو، خانوادتو یا دوستاتو گول بزنی ولی منو نمیتونی. تو خودتو به اون راه میزنی برای اینکه نمیتونی با مشکلاتت کنار بیای، با اطرافت. بیا دیگه راجب مشکلات من حرف نزنی. چیزو راجب تو حرف بزن. من مشکلی ندارم. اومدی بیابون، بوزه میگیری، سکوت میکنی. فراموشش کن. من یه مادر بزرگ دارم که تصمیم گرفته همه چی رو فراموش کنه. تصمیم گرفته؟ آره. یه یادآوری خاطرات و اینا به دردش نمیخوره. شانس خوبیه. فراموشی؟ آره. از این پایان بدم نمیاد. خوبه. حداقل از یه چیز مطمئنی. این معنیش اینه که یه همه چیز بلوپ تموم میشه. نه کاملا بلوپ. کم کم اول خبرهایی رو که دوست نداری فراموش میکنی، بعد چیزهایی رو که دوست نداری، بعد آدمهایی رو که دوست نداری. همیشه میری جلو دیگه نیستم. اون وقت که لازم نیست بیای بیابون زمین بکند. آهد مثل که دندونت خوب شد. آره.
مراقبش باش. من یه سلام. تو من یه دو مادرم میندازی. دارم اینا رو آماده میکنم برای اینکه برن سر جای اصلیشون. صدای ناله است؟ قبرستونه. آروم پاشو بلند کن. نفسشو بگیر. با هم حرف نزنید. با هم حرف نزنید. یه دفعه ساکت بگیر. حرف زدی؟ نه. ببینم اسمت چیه؟ به خوش نیست. نمیتونه حرف بزنه. ولی کدوم روستایی؟ نمیتونم. دیمونه همینجا سرش میزه پایین آبلندو بده. آبلندو بده. خیلی بده. چه دوست خواه خواه همین ببریم. بچه ها یه دفعه ساکت. آروم آروم. آروم بلندش. آروم بلندش. یک دو سه. بیاد تکونش نه آروم به اوش اومد. فایسه خود من ببری خود فرار کردی نه؟ باید برسونیش بیمارستان. بیمارستان نه، میبریم پیش خانوادش. اسم دهتون چیه؟ کوچانده. بلدم. قابله گفت بیا بشین روی خش، الان بچه دنیا میاد. والری یا سیلوا و من چار در شروع شد. شما دنیا اومدی مینو جان. سیلوا چطوره؟ مرد چند ماه پیش، خیلی مریض بود، راحت شد. گفتی ماه لیلی گذاشته رفته؟ آره با یه قالیچه. قالیچه قیمتی بود؟ آره. اون که نگرانی نداره مینو جان، قالیچه مال خودش بود، حتما میخواد جایی ببره. آرمیک یه طوری حرف میزنی انگار مادر من سالمه که هوش حواس نداره. اینو تو میگی حواس نداره با دکترا. ماه لیلی بی حواس نمیشه. آخه اون جایی رو نداره بره.
کجا رو میشناسه اصلا بره؟ هر جا رفته باشه بر میگردی. قبلا هم این کارو کرده. میدونی اون قدیما یک شب ده شلوغ بود، سر صدا بود. ما لیلی قالیچه رو از روی دار برید و فرداش رفت. هیچ که نفهمید کجا رفت. ازش بی خبر بودیم، دنبالش گشتیم، پیداش نکردیم. بعدم به من گفت دو شب زیر یه پل خرابه خوابیده. تا همین چند وقت قبل اون قالیچه خونه مادرت بود، همین جا که الان خاله منیر نشسته. سلام. چرا برگشتی؟ باید برمیگشتم. اینجا خونم، جایی ندارم. مادرم اینجا. خانی چم من به امیر گفتم اینجا نمیاد، اون ماشین نمیتونه سوارش بشه، اینجا رو بلد نیست. پیغام که گم شده تفلی. پیغام گم شده؟ کی گفته؟ امیر گفت، گفت دو سه روز رفته هیچ خبر نیست. من چه بلایی به سرش اومده؟ اون رفته اردو. اردو؟ اردو دانشجوی دیگه. چایی حاضره؟ میخوای بخوری؟ نه مرسی خاله. ببین یه سری خرت و پرت مادر آورده بود از اون خونه، اون چیزایی که یاد میاد.
به خدا اگه من دست داده باشم خب نصفش خودت ورداشه بردی آشغالش هست بفرمین بریم من میتونم ببینم بله بله بفرمین بریم شما من پام درد میکنم تمام این گوش هست خودت برو La la la.